نام یاد خداوند و با درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم عرض ارادت خدمت شما روزداران عزیز. سلام علیک و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر، خوش باشین. امیدوارم روزی ماه مبارک رمضان تا عیدم همراه با طاعت و عبادت سپری کرده باشین. خوش باشین و خوشی ها از تک تک شما باشه. خوشحال هستم باز همه بشیر سیرت با یکی دیگر از برنامه های فقه روزه تا ساعت 5:30 در خدمت قرار دارم. اوقات به کامتان و لحظه هایتان پر از خوشی. جناب آقای دکتر مفتی احمد نور واقف استاد دانشگاه با ما هستن. حضور شما بخیر باشه. خیلی ها خوش آمدید جناب استاد. سلامت باشید. تشکر. دوست عزیز، طبق روال معمول ما فقط تماس های شما را پاسخ می تیم و بعدش جناب آقای دکتر به سوالات شما پاسخ میگن. 020-220-1093 را تماس بگیرین. موقعیت خوب اختیار کنین، از تلویزیون و یا هم رادیو فاصله بگیرین و آرزوی شنیدن در آواز ما را که برای فعلا نداشته باشین. تکرار فقه روزه ساعت 3:30 تا 4 بامداد هست و همچنان هر برنامه پس از نشر در صفحه اسلام قرآن هم آپلود میشه. شماره تماس واتساپ ما 0782-22-47-10. نور آقای شیرازی، جناب استاد سوالی داشتن، گفتن در مورد پیچکاری اگر در رگ می باشه و یا در گوشت، این شکننده روزه هست یا نه؟ بفرمایید. خب در مورد پیچکاری از گذشته ها معمول بوده که علما زیاد احتیاط به خرج میدادن و جرأت نمیکردن یا فتوا نمیدادن، در مجموع میگفتن که پیچکاری ناقض روزه است. اما امروز تحقیقات جدید و علمای معاصرین در مجموع به این نظر هستن که پیچکاری در رگ یا در گوش روزه را نمیشکنانه، جز پیچکاری هایی که قائم مقام غذا میشه یا برای تقویه است، مستقیما سر تقویه وجود انسان تاثیر خود داره، به معده تاثیر داره، او را احتیاطا میگن که ناقض روزه است. اما بقیه پیچکاری ها را در رگ باشه در گوش باشه میگن ناقض روزه نیست، روزه نمیشه. سلامت باشین استاد. باز من یکی از برنامه ها یکی از دوستا مهمان ما بودن، اونها گفتن اگر مریضی به حد می باشه که نیاز به پیچکاری می باشه، او را قرآن توصیه کرده که باید تو افطار کنی. هیچ، یعنی نیاز نیست که مریضی که پیچکاری تزریق میشه روزه بگیره. باز نظر شما در این مورد خب چی بازی مریضی های متنوع است. اگر یک مریض واقعا تا یه حد ضرورت به پیچکاری داره و بسیار مشکل جدی داره، طبعا خود توصیه است که باید او روزی خود بخور افطار کنه تا بدنش تقویه شوه برای انجام بقیه عبادات و رسیدن به مسائل زندگیش. اما گاهی اوقات مریضی ها بسیار جدی هم اگر نباشه، معمولا پیچکاری های نوبتی برش توصیه میشه در نوبت های مختلف. شاید صحتش خوب باشه، شاید توان گرفتن روزه را داشته باشه، یک مسکن عادی باشه. بازده ای صورت است که اگر در جریان روز پیچکاری هم میکنه، او ناقض روزی نیست. گرچه توصیه میشه که بهتر است که برای بیرون رفت از شک و شبه از طرف شب پیچکاری کنه. بسیار خوب. لکن اگر در روز هم میکنه ناقض روزه نیست. بسیار تشکر. تماس میگیریم. بله فرمایید. السلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید. وای ساست ما از آزان قیمت گرم. شما با سلامت مشنین. بفرمایید سوالتانه. فقط از مالی سه ببرسن بخاطر تقویه حافظت چی باید کرد کنم؟ دعا یا چیز بگن؟ بخاطر تقویه چی؟ خب بخاطر تقویه حافظه استاد، دعای آیتی است که ورد شوه و حافظه تقویه شوه. خب خود قرآن کریم بهترین وسیله و ابزار برای حفاظت بدن انسان، صحت انسان، توانمندی انسان و در مجموع و خاصتا حافظ انسان است، قوت حافظ انسان است. تجربه هم نشان داده کسایی که حافظ قرآن کریم هستند حافظی بسیار خوب دارن. پس بهترین عامل تقویه قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم، دعاهای مسنونه و معصوره و بیشتر وقت نمودن یا حفیظ یا علیم یا قدیر، ای اسماء الحسنه است که این ورد کنن، قرائت کنن، بخوانن، مداومت کنن، ان شاء الله که حافظشون. بسیار زیاد تشکر. تماس. بله بفرمایید. بله خوب هستین؟ شما با سلامت بفرمایید. زنده باشین. بیدارم مولای صاحب یک سوال داشتم که امی زن بیادرم مثلا نظاره است که خود ما تاجک هستیم، نماز رقم بخونه، دسواز بخونه، دسبسته بخونه، طرف خود بخونه، طرف ما بخونه.
چه رقم بکنه. سلامت، شاید او روش خود خودش انتخاب کرده باشه که چیگونه. سلامت باشین، تشکر. استاد سوال گرفتین، بفرمایید. خب یکی، خب ما ارکان و اساسات داریم و یقین دارم که در ارکان اساسات بین شیعه و سنی فرقی وجود نداره، اونا هم خدا را عبادت میکنن، سنی هم خدا را عبادت میکنن. البته پنج وقت نماز در مذهب ما هم فرض است، در مذهب از اونا هم فرض است. البته در فروعات تفاوتایی که وجود داره او مربوط میشه به خودشان. اگر اونا هم طبق روال خانواده سنی شوند و مطابق مذهب اهل سنت نماز بخوانند که چی بسیار خوب، و اگر نمیخوانند چیزی که در روش مذهب و مذهب فقهیشان است، مطابق روش مذهب فقهیشان اونا نماز خدا بخوانند. اما از جبر کراه کار گرفته نشه، نشه که خشوع یا شوهر به جبر کراه سرش بایی میشه. از راه های تدبیر، حکمت، اندرس، نصیحت های حکیمانه کار بگیرن، ولی جبر کراه درست نیست. بسیار تشکر. تماس، بله فرمایید. سلام های خدا خدمت جناب شما و جناب حضرت استاد تقدیم میکنم. سوال من جناب استادی است که روزه قسمی که احکام داره از نقطه نظر فیزیکی و از نقطه نظر البته بود معنوی، اما در کشور ما شما پروبلم های روانی خیلی زیاد است، خصوصا استرس و استراب که باعث به وجود آمدن افکار متناقض، متضاد و نامعقول در انسان ها میگرده و بدبخت را به حدود 76% از هموطنان ما شما مبتلا هستند به این امراض. آیا روزه حافظه خود طرز تفکر هم روزه داره؟ یعنی و در صورتی که افکار متناقض، نامناسب و نامعقول بر انسان در جریان ماه مبارک رمضان بنابر دلایل طبی رخ میده قابل مؤاخذه است؟ یعنی لطفا روشنی بدین. شما به سلامت تشکر. دیروز در شهر رمضان یکی از دکتر سبای روان و اصحاب ما دعوت کرده بودیم، مفصل روی مورد صحبت کردیم و در صفحه ویدیوش هم هست. جناب استاد پاسخ میگن، بفرمایید استاد. خب سوال از اینا بیشتر مربوط میشه به آنچه در ذهن و فکر انسان گاهی خطور میکنه، ولی انسان دست به عمل نمیزنه، صرف یک مبحث روانی یا خاطره در ذهن و فکر انسان میه. ما در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که ایشان فرمودند که از لطف پروردگار از در حق بندگانش که هرگاه انسان تصمیم و اراده و نیت برای کار خیری انجام میده، خود تصمیم و اراده حتی خاطره آمدن یک کار نیک در ذهن و فکر یک بنده مؤمن خالی از اجر و خیر و پاداش نیست. اما طرف دیگهش وقتی که بحث بدی ها و زشتی ها و معاصی و گناه مطرح میشه، تنها آمدن یک خاطره، آمدن یک فکره تا زمانی که انسان به منصه عمل نکشانه، ای از در دایره معصیت و گناه محاسبه نمیشه و پروردگار انسان مورد مؤاخذه قرار نمیده. چقدر خوب. پس چیزی باست که خاطرات منفی، زشت و معاصی را ما با خاطرات زیبا، نیکو و پسندیده یا با اعمال قرآنی و رمضانی ما جاگزین بسازیم. پس بیاییم که هرگاه خاطرات ما را اذیت میکنه، ما در یک عمل دینی و قرآنی و رمضانی خود مصروف بسازیم و این مصروفیت ها سبب از این میشه که ما ذهن ما، فکر ما بار دیگر تعویض شد و سوی کارهای خیر و نیکو بر بگرده. اما تکرار میکنیم که نفس آمدن خاطرات زشت و منفی تا زمانی که انسان عمل نکنه، شروع به او نکنه، او خالی در دایره معصیت و گناه حساب نمیشه و پروردگار انسان مورد مؤاخذه قرار نمیده. بسیار زیاد تشکر، بسیار زیبا. باز هم تماس میگیریم. بله فرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. میبخشید، سوال داشتم از مولوی صاحب. اگر شخص اگر در جماعت حاضر شده نمیتونه، جماعت از پیشش میرن، خصوصا به خاطر تراویح، همین فرض چی وقت بخونه؟ بعد از وتر بخونه یا پیش از وتر بخونه؟ چون در تراویح خوب بترم به جماعت خونده میشه. تشکر، سلامت. سوال بسیار خوب. دوست عزیز، شما بیننده و شنونده فقه روزه از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن. سوالی نظری داشتید در خدمت شما هستیم و لطفا از سر ویدیوهای ما سرسری نگذارین، نظر بتین به اشتراک گذارین تا دوستای شما استفاده کنن و ما در خدمت شما هستیم از طریق صفحه. همچنان استاد، سوال بسیار خوبی بود و بکری بود، بفرمایید. خب در قسمت نماز تراویح
فقه ها میگن که وقت تراویح بعد از نماز خفتن است. بعد از عشاء. پس مفهومی از این بحثی است که اگر کسی بر داخل مسجد میشه یا در جای با جماعت شرکت میکنه، در حالی میرسه که فرض خوانده شده، مردم در نماز تراویح هستند، در اینجا لازم است که اولی فرض خود ادا کنه، بعد در بقیه تراویح شرکت کنه و باقی مانده که از پیشش فوت شده، دو رکعت، چهار رکعت، هر قدر فوت شده، در اخیر او را ادا بکنه. و همچنان در قسمت وتر، وتر باید آخرین نماز انسان در شب باشه. پس ترتیب طوری است که اول نماز فرض خفتن است، بعد تراویح و در اخیرش هم وتر. اگر انسان در وسط نماز میرسه، حتما لازم و ضرور است که اول فرض خود ادا کنه، بعد تراویح را و باقی ماندیش و در اخیرش هم نماز وتر خود. بسیار زیاد تشکر. ما باز هم تماس. بله فرمایید. بله. بله سلام. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید. همی سوال ما این بود، گفتیم دمی 27 ماه مبارک رمضان اگر کس مثلا نکاح نکنه، میگن تا عید قربان جواز نداره که ازدواج کنه. سلامت باشین استاد. در مورد گفته قبلیتان، فرض کنین یک نمازگزار داخل مسجد شد، ملای امام فرض ادا کرده بود، یک چهار رکعت یا شش رکعت از نماز تراویح را ادا کرده بود، خب این نمازگزار فرض تنها گزار خوان، بعد در رکعت دهم با ملای امام یک جای شد، در رکعت یک جای خواندن، حالا در وتر واجب که ملای امام میرسد، خب منتظر از این نمیشنه، حالا چی کنه؟ این وتر واجب رو بخونه، اگر قضایی در رکعت که زمان میگیره، وتر واجب اگر بخونه ایره چی نیت کنه، و اگر نکنه آیا متابعت امام که اینجا نمیشه؟ باز این مورد شما چی خب در اون صورت این عموم مقداری را که امرای امام در جماعت میخونه، بعد وقتی که امام به نماز وتر استاپ میشه، بهتری است که ای در جماعت وتر شرکت نکنه، باقی مانده نماز خدا به صورت منفرد و تنها بخونه و به ادامهش هم نماز وتر خدا بخونه. ای بهترین صورت همی است. چرا؟ بر تعدادی از فقها حتی هستن که بعد از نماز وتر نماز نفل و سنت خواندن مکروه میدانند. پس برای بیرون رفت از این قضیه ای باید وتر خود ترک کنه، با جماعت با امام نخونه، اول نماز باقی مانده تراویح را ادا کنه، بعد وتر خود در اخیر خودش بخونه. بسیار تشکر. تماس میگیریم. بله فرمایید. بله. بله سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید. برادر سوال داشتم از استاد. دمی نزدیک ما معزز است ختم قرآن عظیم شان است و ما در خانه میگه بخونه نماز، به خاطر که یعنی مرض همه جا گرفته، و ما از استاد کنفرسان بکنم که آیا ما در خانه بخونیم مشکل میشه نماز ما نمیشه، یا بریم ختم قرآن عظیم شان بگیریم؟ امیر گفت روشنی منداختن. موجود شما با سلامت. تشکر. خب قبلا سوالی داشتیم در مورد نکاح در 27 اگر گفتن در این وقت نکاح نشد، اگر واسطا یک فرصت نکاح نمیشه. خب این برداشت های غلط و جا افتاده در جامعه ما است، اساس دینی و شرعی و عقلانی نداره. نکاح یک عقد است، هیچ فرصت و زمانی برای از این ممنوعیت ایجاد نمیکنه، مگر اینکه این فرصت در برابر یک عبادت دینی دیگری قرار بگیره که مانع از او عبادت شود. مشکل نداره، هر وقت میتونن عقد ازدواج خود برپا بکنن. این یک فرهنگ غلط. سلامت. یعنی میتونن که بعد از سیوم و چهارم اگر هیچ نکاح نشده بود هیچ مشکلی نیست. مشکل. سلامت باشین. تشکر. ادامه فقه روزه پس از وقفه. خوش آمدین. ادامه برنامه فقر روزه را از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. 220-220-1093 در خدمت شما هست. میتونین تا حدودا 15 دقیقه دیگه تماس داشته باشین، سوالاتان را مطرح کنین، جناب استاد پاسخ میگن. قبل از وقفه یک سوال داشتیم جناب استاد، برادری مطرح کردن که در مسجد ختم قرآن عظیم شان برگزار میشه و به خاطر مشکلات کرونا ما نمیتونیم که شرکت کنیم، ما در خانه تراویح میخوانیم، آیا ما گناهکار میشیم یا نه؟ فکر کنم به طبق برداشت ما سوال از یا به این شکل بود که ما خانه ما نزدیک مسجد است، صدای مسجد هم میشنویم، اگر اینجا اقتدا کنیم برای ما، اگر اقتدا کنیم به خاطر مشکلات رفتن نمیتونیم اینجا بخوانیم، اگر منظورش اونی باشه. بله. برای اقتدا کردن شرایط و احکام و مسائل خاصی وجود داره، وقتی که راه مسیر سرک یا فاصله های زیاد ایجاد بشه،
و یا همچنان قضیه پیش بودن از امام یا عقب بودن از امام، این مسائل وقتی که مطرح میشه بازی دیگه بحث اقتدار از بین میبره. وقتی که فاصله زیاد آمد، کسی از امام پیش شد، در این صورت اقتدا کردن به او نماز و به او امامت درست نیست. این یک مسئله است. مسئله دوم، اگر سوالشون از این باشه که ما رفته نمیتونیم به خاطر مشکلات در خانه میخوانیم، همی که نیتشان، قلبشان، ارادهشان، دغدغه ذهن و فکرشان با مسجد است، ولی به خاطر احتیاط رفته نمیتونم، امیدوار هستم که پروردگار این مزد و پاداش مسجد و جماعت براشون عطا بکنه. انشالله گناهکار نمیشن و ثوابش انشالله باشه. بسیار زیاد تشکر. و تماس. بله بفرمایید. بله بفرمایید خواهر. بله سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما خواهر. مریم هستم، از خیرخانه تماس گرفتیم. مشنویم خواهر، بفرما. بله مشنویم، بفرمایید. از خیرخانه تماس گرفتیم، مادرم قرآن شریف خوانده نمیتونه، اگه ما برش قرآن شریف بخوانم به نام مادرم ختم کنم میشه یا نه؟ تشکر خواهر و برادر. زمانی تماس شما را اتاق فرمان با ما وصل میکنن، برین به طرف طرح سوال شما. هی حرفی است که بار یعنی تکرار کردیم. صد بفرمایید سوال گرفتیم. خب خواندن قرآن کریم مثل خواندن نماز یک عبادت است، خالی از خیر نیست، البته عبادت بدنی است، نیابت دی جایز نیست. قرآن برای خود بخوانن، قرآن برای خود تلاوت کنن، ختم برای خود بکنن، برای مادرشان دعا بکنن، پروردگار حتما در دعایشان اونا هم شریک میشه. سلامت. و اگر کمی بلندتر بخوانن که مادر گوش بگیره، این هم یعنی میتره تا جای جاگزینه خواندنش، شنیدنش، عمل به احکامش، هر کدامش خالی از خیر نیست. بسیار زیاد تشکر، چقدر زیبا. امی یک مشکل هم استاد که از بیشتر در افغانستان خانواده هایی که مثلا قرآن کریم یاد ندارن، یکی از اعضای خانواده که قرآن کریم یاد ندارن، دیگر یعنی که تلاوت میکنن بسیار بشنون. و در مورد استفاده کردن از قلم قرآن کریم چقدر میتونه که یعنی فرد داخل ثواب بسازه؟ میفهمین استادی به گونه ای است، طور مثال که زمانی که پلی میشه مثلا میگه که الف لا میم، این قلم الکترونیک، اگر با همین شیوه تکرار کرده بودن همین افرادی که یاد ندارن چقدر میتونه؟ اون نه که خالی از خیر نیست که چند برابر ثواب هم برایشان میشه. و ما مطابق هم حدیث شریفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که کسی که قرآن با بسیار دشواری و مشقت میخوانه چند برابر برش مزد پاداش میرسه، خالی از خیر نیست، حتما ثواب برش. بسیار جزا تشکر. و امیدوار هستم خانواده از این قلم یک دانه خریداری کنن، یعنی استاد گفتن ثواب خود داره تا بیشتر از ثواب تلاوت عادی. و باز هم تماس. بله فرمایید. بله سلام علیک برادر محترم، خوب هستین؟ علیک السلام و رحمت الله. شما به سلامت. بفرما خواهر. برادر محترم، من سوال داشتم، اصلاحات من از کابل تماس گرفتم. مشنیم بفرمایید. بله از مدرس سوال است، من که برنامه اعتبار نداره، سوال من موضوع شرعی است. مگم همشیر مخوار سوال است بگذفته که اگر تو به طرف خانه پدرت بری و فلان منطقه بری، دو بار برسیده سده که تو طلاق باشی، تا وقت که اونا از اونجا عودت کنن و یا کوچ کنن. بله شما سوال به طور کامل گرفتین. خواهر شما دوباره تکرار کنین، ما سوال شما را داریم، منتظر شنیدن آواز ما از تلویزیون و یا هم تلفن تا نباشین. برین به طرف تر سوالتان دوباره کمی بلندتر، جاندارتر و واضح‌تر بگوین. بفرمایید. بله امشیدین جواز گفته که اگر تو به طرف خانه پدر به فلان منطقه بدی، دوباره برای ذکر کرده که طلاق باشی تا وقت کنا از اونجا کوچ کنن. باز منظور شوهر همطور همی داخل استودیو را سلیم بود، داخل استودیو ما خدا نداریم، نه کل منطقه. خب همکارا شما همی سوال خواهر گرفتین؟ بگوین تا همی سوال همکارا. آها خواه طلاق باشی خواه خواه شوهری بر خانمش میگه که اگر طرف خانه پدر رفتی یا منطقه پدر رفتی یا در جایی که پدرت سکونت داره رفتی، دوبار گفته طلاق باشی، اینی طلاق واقعی میشانه؟ خب این دو صورت داره. اگر گفته که مثلا خانه پدر در خیرخانه است، این شوهر از خیرخانه بسیار بد میدیده، چون خیرخانه بسیار سایه نامن بوده یا دشمناش بوده یا عریفاش بوده، گفته که اگر به خانه پدر در خیرخانه رفتی طلاق است.
در این صورت اگر همسرشان به خیرخانه خانه پدر بره طلاق واقع میشه. لکن اگر پدر باز از یک کوچ میکنه و چاره قنبر میره، در این صورت چون خیرخانه را قید کرده بود باز این صورت طلاق نمیشه. لکن اگر منظور از خانه پدر محل سکونت پدر باشه، هر جایی که پدر سکونت میکنه چون پدرش با این رابطهش خراب بوده یا پدرش بد میدیده خسرش بد میدیده و گفته که هر جایی که پدر تسگر رفت طلاق باشی، باز این صورت هر جایی که باشه وقتی که برای طلاق واقع میشه. سلام اندوش، تشکر. بله فرمایید. بله بله بله، مشنام ما بفرمایید برادر. بله سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله، بفرما. مشنام بفرمایید. ما دو سوال داشتم از خواه سوال داشتم. یکی که خب بعد مولای صاحبه ما میگه که در همکارا داخل استودیو کمی صدا پخش است. کمی همینجا را بلند کنین. بله بفرما برادر. بعد مولای صاحب ما یک نماز را در خانه بخونین به خاطر جدی بودن این مرض. درست؟ بعد ما یک قصد بخونین. ما را بخونین. مولای صاحب ما در قبول بکنین یک طرف قضیه. آها. خب. دیگه؟ برادر عزیز. لطفا شما وقتی که تماس میگیرین برین به جایی که آنتن دهی درست باشه. شما در جایی هستین که بعضی خانه آنتن نداره و از اونجا صحبت میکنین، کمی خیر خود زحمت بدین تا فرصت برنامه هم زایی نشه و آواز مبارک هم ما رساتر داشته باشیم. یک قسمت شما استاد شما حتما شنیدین، گفتن که بعضی از ملاصایبا میگن که نماز در خانه بخونین به خاطر این مشکل و بعضیا تشویق میکنن میگن بیاین به مسجد که ثواب خود داره و کرونا شاید هم دروغ باشه از این گونه مسائل. اینی از شما نظر خواستن که چی باید کرد؟ خب این خب بحث صحت انسان، حیات و زندگی انسان مطرح است. در این رابطه اگر یک کسی در جای زندگی میکنه که دمو ساحه دمو منطقه خطر بسیار جدی نیست، ظاهرا وضعیت خوب است، با رعایت احتیاط لازم مسجد جای وسیع داره، صحن باز داره، صفا جداگانه است، فاصله بسیار به صورت درست میاری رعایت میشه. هر کس با خود جای نماز جداگانه آورده میتونه، ماسک با خود میاره استفاده میکنه. بهتر است که دغدغه‌ای در ذهنشان نمانه، در این فصل و ماه مبارک رمضان برن با اینمی احتیاط و رعایت در مسجد نماز بخوانن. لکن اگر اینمی شرایط نیست، مسجد جاش قید است، ساحه ساحه است که چندین نفر مشکوک مبتلا فوتی در اونجا ما داریم از این قضیه، پس جماعتا بیشتر می باشد، تکثر مردم هم زیاد، ساحه هم بسته است، صحن باز وجود نداره، صفها جداگانه نیست. واضح اینجا احتیاطی است که برادر در خانه خود نماز بخوانن، همون نیتشان وقتی که به قلب و دلشان به مسجد است ان شاء الله ثواب و پاداش مسجد برایشان میرسه. احتیاط در امیر. بسیار تشکر. ما با سمت تماس. بله فرمایید. بله سلام علیکم برادر. علیکم السلام. شما با سلامت بفرما خواهر. من یک سوال داشتم از ما برادرم فوت شده، خداوند رحمتش کنه، فوت شده و ختم قرآن شریف برش گرفتیم. دیگه دو سپاره مانده که ختم کنم، خواست به خاطر برادرم گرفتیم و ثوابشان بروای از او میخواییم ببخشون میشه یعنی. و پار سال در ماه روزه برادرم دو روز قرضدار بود، روزا را در مریضی خود خورده و تا ما قرضش را بگیرم قرضی برادر خودم میشه یا نمیشه؟ شما با سلامت باشین خواهر. خداوند برادر غریق رحمت بگردانه، به برکت روزی ماه مبارک رمضان بهش جایش باشه و شما و مادر جان و تمام اعضای خانواده محترمتان صبر نصیب بگردانه. جناب استاد پاسخ میگن، بفرمایید. خب بهترین ختم همون ختمی است که شما خودتان برای یکی از اقاربتان انجام میتین و بهترین فرصت که ماه مبارک رمضان است، هم ثواب برای خودتان منحظ طلبت کننده، هم برای کسی که به نیت ثواب برای از او شما ختم میکنین، ختمتان انجام بتین، ثوابش برای از اونا ببخشین، دعا بکنین به او برادرتان و به همه مرده های اهل اسلام، پروردگار او ثوابش برای از اونا برسانه و او را مغفرت کنه. در مورد روزه هایی را که اونا خوردن و ظاهرا عذر داشتن، مریض بودن، دیدگاه شریعت واضح است. مریضی که روزه را به اساس عذر مرض افطار میکنه، تا زمانی که فرصت صحت یابی را پیدا نمیکنه او روزه ها قضا سر از او لازم نیست. پس او را دیگه پروردگار معاف کنه، هیچ نه فدیه سر شما لازم است و
و نه هم بدل گرفتن و قضا آوردن روزا. قضا آوردن خو سر خود شخص است. بدل از او خوی جایز نیست. تنها فدیه بحثش مطرح میشه. فدیه وقتی مطرح است که او 5 روز خورده، 5 روز جور بوده که بازو نگرفته. اما زمانی که هیچ فرصت براش مساعد نشده، الله معاف کنه، قضا سر از اون واجب نیست. بسیار زیاد تشکر جناب استاد. خدا شما را به سلامت داشته باشه. استفاده حق کردیم. به پایان برنامه امروز فقه روزه رسیدیم. دوستان عزیز، صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نوشته کنین، ما در خدمت شما هستیم و شماره تماس واتساپ ما 0782224710. تا ساعت 6:30 شما را به خداوند یک تا امانت میکنم. ساعت 6:30 هم قدم رنجه کنین، باشین و از برنامه شهر رمضان استفاده کنین. خوش باشین. تا تبادتان قبول. الان نگهدار شما.